سبا آلاله، روان تحلیلگر اجتماعی از ترکیه با ما همراهشن. خانم آلاله، در ماهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از انحلال گشت ارشاد گفته بودند، اما روی نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که حجاب اجباری حکومت رو رعایت نمی‌کنند تاکید کرده بودند. فکر می‌کنید چرا دوباره با گذشت 6 ماه از اعتراضات ما شاهد افزایش محدودیت‌های بیشتر در قسمت حجاب زنان هستیم؟ خب دقیقا صحبت از کلمه گشت ارشاد کردید. خب ما جنبشمون با این مسئله شروع شد و هم خاطر حکومت تصور میکنه که اگر گشت ارشاد رو حذف بکنه در مقابل از نهادهای دیگرش برای کنترل استفاده بکنه، شاید اون واکنش های شدید مردم و یا اون جریانات فکری مردم رو بتونه دوباره کنترل بکنه. به همون خاطر من تصورم اینه که چیزی نو و جدیدی در حکومت اتفاق نیفتاده. این فراز نشیب‌ها رو ما هم در تمام این سال از حکومت داشتیم. حالا شاید در یک سری ماها، در یک ماهایی و یا در یک سری اتفاقاتی واکنش‌های حکومت شدیدتر و یا پایین‌تر می‌اومد، ولی هیچ موقع ما خاموشی در برابر حجاب از سمت حکومت ما نداشتیم. به محض اینکه احساس خطری می‌کرد که در گوشه‌ای در شهری مسئله حجاب به خطر افتاده، واکنش‌های بسیار شدیدتری نشون می‌داد. امکانش این هست که حکومت بتونه راه‌های جدیدتری استفاده بکنه، به دلیل اینکه خب همچنین جنبشی رو تا به امروز تجربه نکرده بوده. این چند ماهه اخیر یک پتک و یک اهرام فشار بسیار قوی بودش و بسیار گسترده بود بر سر حکومت. شاید تصمیم بگیره که در نهادهای دیگه‌ای و یا توسط یک سری افرادها و یا جریانات دیگه‌ای بخواد این مسئله رو کنترل بکنه، ولی به هیچ عنوان خاموش نمیشه، به خاطر اینکه قطعاً در کنار این متوجه شده که این تغییر تفکر و تغییر نوعی که در جریانات فکری فردی و اجتماعی جامعه اتفاق افتاده متناقض داره با اون چیزی که در جریانات فکری حکومت هست. به همون خاطر حکومت به جان ما سکوت نخواهد کرد و ما می‌بینیم که حالا توسط یک سری نهادها و یا یک سری افراد، لباس شخصی ها و یک سری مسائل دیگه که در همین گزارش‌های خودتون به خوبی بهش اشاره کردید، ما این واکنش‌های حکومت رو بسیار می‌بینیم. البته اگر بخوایم تحلیلی، یک تحلیل کلی در رابطه باش بکنیم، هر چقدر که ترس‌ها، آشفتگی‌های درونی حکومت افزایش پیدا بکنه، احتمال این رو میدیم که این واکنش‌ها شدیدتر و شدیدتر باشه و این احتمال رو هم هست که در روزهای آینده با چنین تجربه جنبشی که حکومت اون رو داشته، احتمال این رو داریم که چون ترسش افزایش پیدا کرده، واکنش‌های شدیدتری رو هم بهش اضافه بکنه، به دلیل اینکه قطعاً در پس اون حدیده حجاب بسیاری از جریانات فکری و فرایندهای ذهنیش نهفته است که اگه اون رو از دست بده، قطعاً بسیاری از اون نهادها و اون جریانات فکری رو از دست میده. خب خانم آلاله، اشاره کردیم به راههایی که حکومت جدیدی که حکومت شاید روی دست بگیره برای مقابله با مقاومت مدنی زنان برای برداشتن حجاب اجباری و مقاومت مدنی مردم برای نشون دادن اعتراض خودشون و در برابر این حجاب اجباری که حکومت واس کرده. فکر میکنید یکی از این راهها که ما در هفته‌های گذشته هم داشتیم، مثل واس کردن قوانینی از جمله جریمه نقدی زنانی که حجاب اجباری رعایت نمی‌کنن، میتونه باعث این بشه که تا زنان بیان در ایران اون پوششی رو که مورد دلخواه حکومت هست رو رعایت کنن؟ ببینید، اتفاقی که در روان فردی و روان جمعی افتاده، مفهوم حجاب تغییر کرده. مفهوم حجاب از نگاه جمهوری اسلامی یعنی اینکه در یک سری الگوها و جریاناتی که حکومت تعیین میکنه قرار بگیری، و همیشه اون جریانات مربوط به این بودش که اگر شما اون جریانات و اون فرایندهایی که مربوط به مفهوم حجاب هست رو رعایت بکنی، احساس تعلق به جامعه میکنی، چیزی که ما از کودکی در رابطه با حجاب داریم. ولی اتفاقی که امروز در روان فردی و اجتماعی جامعه رخ داده، تغییر مفهوم حجاب هست. یعنی افراد، مخصوصا زنان، دختران، متوجه این شدن که مفهوم حجاب نه تنها اونها رو در جامعه حفظ نمی‌کنه، نیازهای اونها رو رعایت نمی‌کنه، انجام برآورده نمی‌کنه، بلکه برای اونها یک حجم بسیار بزرگی از محدودیت‌ها به وجود آورده. آزادی بیان رو از اونها گرفته، آزادی انتخاب و حق انتخاب رو از اونها گرفته، در برابر این بسیاری از محدودیت‌ها برای اونها به وجود آورده. به همون دلیل افراد تلاش می‌کنن که مفهوم یک کلمه مثل حجاب رو تغییر بدن. اتفاقی که در روان جامعه امروز افتاده، تغییر مفهوم حجاب هست. زمانی که ما یک مفهومی رو در جامعه
تغییر بدیم، قطعا برای رسیدن بهش تلاش بسیار زیادی میکنیم. و به همون دلیل اتفاقی که امروز الان در دل جامعه افتاده همین هست که مفهوم حجاب تغییر کرده. زمانی که این مفهوم تغییر بکنه قطعا براش تلاش میشه و این مفهوم کاملا متناقض و روبروی مفهوم حجابیه که در برابر حکومت هست. و همون دلیل این دو در برابر هم دیگه قرار میگیرن. از این طرف افراد و مردم، زنان، برای مفهوم حجابی که خودشون تعیین کردن و مشخص کردن و بهش رسیدن تلاش میکنن، از اون برم حکومت تلاش میکنه که بتونه اونها رو سرکوب بکنه. ولی اگر بخوایم به دلیل اینکه این مفهوم روانی مستقیم با نیازهای روانی فردی و اجتماعی ما ربط داره، به این راحتی نمیشه ازش گذر کرد و نمیتونیم به راحتی اون رو سرکوب بکنیم.